بیننده های عزیز و گرامی برنامه سفره نور، دوباره خوش آمدین. با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در این بخش برنامه مهمان داریم و جناب قاری صاحب خواجه عبدالاله انصاری مهمان ما هستند و صحبت های بسیار خوب و دلنشین و همچنان خاطراتی که در ایام ماه مبارک رمضان از سالهای گذشته تا فعلا داشتن میشنویم. بیننده باشین. سلام، خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، قال الله سبحانه و تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. در خدمت قدم اول جدار خدمت شما عرض سلام و ادب داشته باشم و همچنین خدمت بینندگان نهایت عزیز و گرانقدر شبکه تلویزیونی اصلاح، از الله سبحانه و تعالی استدعا دارم طاعت و عبادات ما و شمار مورد قبول درگاه خیش قرار بده و در جهت طاعت و عبادات بیشتر در ایام پربرکت و پرفیض و پرنور ما و شمار نصرت به یاری عنایت بفرماید انشاءالله. جناب قاری صاحب، چگونه بود ایام ماه مبارک رمضان امسال از آغاز تا فعلا؟ الحمدلله بسیار یک ماه پربرکت و پرخیر و پرمیمنت در تمام سالهای زندگی ما و شما، و به خاطر از اینکه خود ماه مبارک رمضان یک ماه بابرکت، یک ماه مبارکه، ماهی که در این ماه قرآن عظیم شان نازل شده و در این ماه اعمال بسیار ثواب و بالاخره پاداش زیادی به اصطلاح به سبب اعمال انسان میتونه به دست بیاره. یک فرصتی هست که بسیار غنیمت برای امت رسول الله صلی الله علیه و آله. دقیقاً واقعا نکته خوب اشاره کردین، غنیمت. اگر ما در همین یک ماه این فرصت درست استفاده نکنیم، غنیمت نشماریم، دیگه مطمئناً تا پایان سال دیگه چنین فرصتی که هر دهه ای از او رحمت و مغفرت و سراسر خوبی و خیر و برکت نمیتونیم دریابیم، نمیتونیم پیدا بکنیم. بسیار صحیح. جناب استاد، روزهای نخست ماه مبارک رمضانه و طبعا هنوز هم ما فرصت داریم که اگر تا فعلا برنامه منظم و دقیقی نداشتیم برای کارهای خوب، اعمال خوب، کارهای نیک و پسندیده، هنوز هم فرصت داریم که این برنامه رو بچینیم. به نظر شما چگونه باید یک رمضان بسیار خوبی داشته باشه؟ بسیار عالی، تشکر. نکته بسیار جالبی جناب استاد اشاره کردیم. چی خوبه که انسان مسلمان در تمام مراحل زندگی خو یک تقسیم اوقات داشته باشه. بله. شما در قسمت تحصیلات چی ابتدایی چی بالاخره عالی، اینها همیشه در قسمت درس و اینها تقسیم اوقات داشته. بله. روی یک پروگرام یک بالاخره کاریکولم منظم پیش می رفتیم و توانستیم که سلسله نصاب تعلیمی رو پیش ببریم. و خوبه که انسان در مجموع برای همه برنامه زندگی خود تقسیم اوقات داشته باشه. انسان نباید یک ثانیه از دست بده. دقیقا. تمام مراحل زندگی به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی، نگاه کنیم، همیشه عادت خداوند عالم اینه که به چیزهایی که قسم یاد میکنه علتی و ارزش موشیر نشان میده. بله. مثلا الله سبحانه و تعالی قسم به شمس نخورنی و شمس، یا قسم به مهتاب و القمر، قسم به روز، قسم به شب، قسم به ضحا، نه به لحظات مختلف شب و روز الله تبارک و تعالی قسم یاد میکنه. علت از چیه؟ یعنی تمام می اوقات یک شخص مسلمان با ارزشه. اینا رو باید به چیزهای استفاده بکنه که ارزش استفاده و مصرف این وقت داشته باشه و بدون شک او یکی از چیزهای با ارزش عبادت الله سبحانه و تعالی. و علل خصوص از جمله اوقات زندگی ما و شما خود ماه متبرکه رمضان که یک فرصت مناسب و طلاییه، یک فرصت بسیار برابریه برای مسلمان ها که از یک تقسیم اوقات مخصوصی برای خود داشته باشن. طبق از این تقسیم اوقات ما از ساعت چند تا چند بالاخره تلاوت قرآن
از کار و اوراد صبح شام و مثلا آموزش درس ها و تلاوت قرآن و مطالعه کتاب های دینی امثال از این نمازهای نافله، نمازهای قضایی، اینها استفاده های بسیار عظیمی باید برده بشه. و سلسلتاً مسائل مختلفی در قسمت رمضان هست که انسان میتونه از اینو باز استفاده بکنه که بعداً انشاءالله بونا هم صحبت خواهیم داشت. بله بله. خب در غیر از ماه مبارک رمضان و قبل از ماه مبارک رمضان کمی ما مصروف‌تریم، شاید اون برنامه ها طوری باشه که نتونیم به امور رسیدگی بکنیم، ولی در ایام ماه مبارک رمضان میبینیم که خود این کارها هم نحوه درسته با برکت هست، ولی وقت میتونیم بیشتر داشته باشیم، وقت ما آزادتره. خب چی اعمال و چی برنامه ها و چی کارهای نیک و پسندیده رو جا بدیم؟ گفت شما اشاره کوچکی داشتیم، میخواییم که این سلسله برنامه ها شما اشاره بکنیم. بسیار عالی. یکی از جمله بسیار اعمال مبارک که در ماه مبارک رمضان ما میتونیم او انجام بدیم عبارت از اینه که الله تبارک و تعالی میفرماین شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، بهترین عمل به ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن، چرا که قرآن به همین ماه نازل شده. این ماه چرا اینقدر برکت داره، چرا اینقدر شرافت داره، عزت داره؟ عزت و برکت و جایگاه ماه مبارک رمضان یک علت نزول قرآن، به خاطر که قرآن در این ماه نازل شده. علت شرافت امت رسول الله صلی الله علیه و آله چون قرآن کتاب ما شده. شرافت شب قدر که بهتر از هزار مایه، چون قرآن در شب قدر علل خصوص نازل شده. اینها همه سعی کنیم برمیگرده به اینکه قرآن چقدر یک کتاب با عظمت و بزرگیه و کتاب مبارکیه که ما چی خوبه که در این ما بیشتر اوقات خود صرف تلاوت قرآن میکنیم. ما برای عزیزا همه برادران عزیز و خواهران گرانقدر این پیشنهاد رو میکنم که قرآن عظیم و شان رو کوشش بکنیم، اگر شروع کردیم به تعلیم از او چه بهتر، اگر نکردیم حتما و حتما از این ماه مبارک شروع بکنیم و قرآن رو آموزش بگیریم به شکل درست و صحیح، قرآن رو به تجوید یاد بگیریم. امروز الحمدلله اساتید عزیز، علمای عزیز، حافظای قرآن بسیار زیادن، هم منتظر از اینن که یک برادر مسلمان، یک خواهر مسلمان اراده بکنن و قرآن عظیم شان آموزش بگیرن، اینها به اونا آموزش بدن و از این فرصت میشه که استفاده بکنن، شروع بکنن. اونایی که شروع کردن چه بهتر، به شرط ای که قرآن کریم رو درست و صحیح یاد بگیرن و درست و صحیح تلاوت بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه همون زحمتی که متقبل میشن، وقتی که صرف میکنن، بنا به حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله، کسی که یک حرفی از قرآن کریم تلاوت میکنه، به هر حرف الله سبحانه و تعالی 10 حسنه عنایت میکنه. ببینن این به شرط صحیح خواندن قرآن کریم. و فراموش نکنم در ماه مبارک رمضان، چون پیشتر اشاره کردیم که فرصت بسیار غنیمتی، به این خاطر که همه ثواب ها ضرب 70 میشه. این خیلی جالبه. نمازی که ما شما میخوانیم در غیر رمضان یک نماز یک نماز، اما در رمضان یک نماز 70 نماز حساب میشه، یک ثواب 70 ثواب حساب میشه. بنان این خیلی مهمه که به این ما هر چه قرآن کریم بیشتر تلاوت میکنیم، این ثواب از این نگاه کنیم که از حساب به اصطلاح تیر میشه. بسیار فرصت خوب و مبارکیه که ما بیشتر اوقات خود صرف که تلاوت میبینیم در شب های مبارک رمضان، در نمازهای تراویح ختم قرآن، خود تراویح یک سنته و ختم در تراویح علیحدہ سنته که از زمان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ این سنت نهادینه شد و شب یک جز قرآن کریم توسط حضرت عبی ابن کعب اولین حافظ قرآن تلاوت می شد. بنان چی مبارکه که ما در خانه ها هم این برنامه رو داشته باشیم، در طول روز قرآن دوره ها داشته باشیم و در کنار از این یک تایمی برای ترجمه قرآن کریم. قرآن خود لفظ قرآن که اعجازه، شنیدن قرآن ثوابه، خواندن از او ثوابه، بالاخره دیدن قرآن ثوابه، درس از او ثوابه و معنی و ترجمه قرآن دیگه بحثیه، او باز به عمل ما برمیگرده، به عقیده برمیگرده. بلند چی خوبه که در کنار تلاوت روزانه مثلا یک صفحه دو صفحه ترجمه قرآن کریم را ما در کنار از این مطالعه کنیم، در خانه ها مطالعه بشه، گرد هم جمع بشیم یک ساعت مخصوصی بین هم مطالعه کنیم ترجمه قرآن کریم که متوجه شیم که پروردگار عالم به ما چی توصیه‌هایی داره. دقیقاً
و چه خوبه که این اعمال نیکر بعد از رمضان هم ادامه بدیم جناب استاد. حالا نه تنها خواندن قرآن کریم، رفتار نیک، اخلاق نیک، برخورد نیک و برنامه های خوبی که در رمضان پلان داریم بعد از رمضان هم ادامه بشه، یک آغاز بشه. دقیقاً بله. ولی متاسفانه بعضی وقتا دیده میشه که فقط همین اعمال خوب، همین کارهای نیک، همین کارهای شایسته در ماه رمضان اختصاص داده میشه، بعد از رمضان پس هم فرده که قبل از رمضان. بله بله دقیقاً. ما تصمیم داشتم به مسجد امیر ولی مقتدی های عزیز اشاره بکنم، حتما اشاره میکنم. ما قبل از رمضان شاهدیم که دوستا چقدر مثلا به نماز می آین یا به جلسات اشتراک میکنن، به ترسا و اینها، و در رمضان امی تعداد ما تقریبا 200 برابر میشه. بله بله. یعنی ما خود مسجدی که هستیم دو طبقه، در غیر رمضان یعنی طبقه اول نصفه هم نمیشه، اما در رمضان ما شب اول رمضان الحمدلله به طبقه بالا هم مقتدی داشتیم. بسیار. ما به همه مسلمان ها این نکته اشاره میکنم، این خوب بحثی هست که همه ما بجریانیم که ماه مبارک رمضان بسیار ماه مبارکه، بسیار ماه به اصطلاح با عظمت و با فضیلتیه. اما دوستان عزیز، خدایی که به رمضان هست به غیر رمضان هم هست. اگر ما به نیت اخلاص، به عشق و محبت یک عمل را انجام میدیم در غیر رمضان هم، الله سبحانه و تعالی او قادر قدرت داره که یک ثواب را تبدیل به 700 ثواب بکنه. چنانچه این آیه قرآن عظیم شد، آیه قرآن کریم در جزء سوم سوره مبارکه بقره، الله تبارک و تعالی میفرماید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. صدق الله العظيم. الله سبحانه و تعالی یک کسی که انفاق میکنه، یک عمل نیکی به خاطر الله، به اخلاص، به خاطر رضای خدا تبارک و تعالی انجام میده، الله قادره که این زر به 700 کنه. بله. و او اضافتر کنه، از 700 هم اضافتر کنه، نظر به خواست و اراده ای که داره، نظر به اخلاص این شخص مسلمان. بنان ما تصمیم بگیریم که رمضان به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در رمضان باز احادیث هست میگه که در رمضان و سلسله الشیاطین، یعنی شیاطین بسته میشه، به زنجیرها کشیده میشه. بله. شیاطین عمده و بزرگ، و انسان از این فرصت میتونه بیشتر استفاده کنه، تنها مقابل از این دشمن از این نفس نه. بله. اگر کمک نفس را تحت کنترل قرار بده، انشالله میتونه تمام برنامه خود از این ماه آغاز بکنه، بر وفق مراد پیش بره. به یک ماه انسان هر عمل نیکی میتونه عادت کنه. به یک ماه انسان میتونه هر عمل منفی و بدی ترک بکنه. من پیشتر به دوستا اشاره کردم، مثلا بعضی از دوستا سیکرت استفاده میکنن. بهترین فرصت بر رمضانه که اینا سیکرت تر کنار کنن. من مطمئنم که اینا دوست ندارن سیکرت بکشن. بله. ولی برای اینا یک عادت شده که نمیتونن کنار بگذارن، اما فرصتیه که رمضان فرصتی که اینا رو از این کار میتونه که برکنار کنه. بعضی دوستا و عزیزا چلیم یا فرزمسان قلیون و نسوار هم سال از هر عادت بعدی که باشه، ما میتونیم از رمضان استفاده بکنیم و ایر کنار بگذاریم. بزرگترین دشمن ما آل نیه، اطراف ما رها کرده، متوجه؟ سنگر دشمن خیلی شده، ما میتونیم حمله کنیم. فقط خودمانیم، بستگی به اراده ما داره. فقط نفس مانه که کمک ایر فشار بدین، انشاءالله میبینیم خب به وضوح دیده میشه. ما مقتدیام شده 5 برابر مثلا، نیه 2 برابر 4 برابر شده. این خود از بیانگر همین موضوعه، یعنی راحت تر میآیند به نماز، نیه راحت تر میتونیم یک عمل بد ترک کنیم، راحت تر میتونیم یک عمل نیک اقدام کنیم. بیایم شروع کنیم از این لحظه، بیایم امروز مهربان باشیم، شاید فردای نباشه. یک جمله یکی از بزرگا گفته، امروز بیایم خدایی بشیم، شاید فردای نبود. چند شب پیش متاسفانه یکی از اهالی منطقه که ما هستیم، الله سبحانه و تعالی همه بهشت وارد کنه، خانه بالاخره رو از اینا نظر به خواست و اراده خدا، حوادث طبیعیه، خانه رو از اینا چپه میشه. حالا این یک درس برای ما نیه، شاید فردا یک اتفاق پیش آمد ما نبودیم. حوادث غیر متوقع. بله بله، همیشه می رقم، همیشه می قسمه. ما میگه یکی از علامت رفتن از این دنیا آمدن به این دنیا. بله. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، نه؟ بله. آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. بنان ما از اینکه میریم معلوم هم نیه که کی میریم. چی خوبه که یک آغاز زیبای هزمی لحظه داشته باشیم، به فردا متحول نکنه. بنان یک جمله جالب ما همیشه داره، میگم به گرد گفتم که چرا تو پیر نمیشی، گفت که من کار امروز رو به فردا نمیگذارم. چرا؟ شاید فردای نباشه.
دقیقا. امروز کار امروز بگیریم این موضوع اقدام کنیم، نمازها را اقدام کنیم، روزه را اقدام کردیم، بیایم دروس قرآن، دروس دین، دروس بالاخره اخلاقی، دروس عرفانی رو بیایم اینا رو شروع کنیم، ذکر و یاد پروردگار از همه مهمتر توبه و استغفار در شب و روزها اینا رو آغاز بکنیم که آغاز یک سال زیبایی داشته باشه. دقیقاً بله، ما چون همیشه میگیم که از شنبه آغاز میکنیم یا از سبا آغاز میکنیم، بله. از پس فردا آغاز میکنیم، متاسفانه نه فردایی میایه بله. نه شنبه، چون هر روز همین گونه با حرف زدن و عمل نکردن سپری میشه. ای کاش که بیایم و اراده قوی که داریم قدم برداریم بله. و انشالله پله های بسیار وسیع و پله هایی که سراسر خیر و برکت سپری بکنیم. جناب استاد واقعا خوشحال شدم از حضور شما در برنامه، صحبت های بسیار نیک و خوبی که داشتین. اگر از خاطرات ماه مبارک رمضان همچنان صحبت شما رو داشته باشیم، چی در سالهای گذشته، چی در ایام جوانی، نوجوانی و یا هم امسال میشنویم از شما. تشکر نمیشن. در مجموع عمر ما و شما همه خاطرات هست. دقیقا. چنانچه در حدیث مبارکه می آید، مفهوم حدیث نبی علیه السلام می فرمایند که من با حال انسان مؤمن تعجب میکنم، چون همه اعمال از او بخیره، همه ثوابه. وقتی ما همه اعمال روزانه و شبانه انجام میدیم طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اینا به ما پاداش داده میشه. حتی یک شخص غیر مسلمان به یک مسلمان به صدر اسلام گفت شما چی قسم یک دینی داریم که به اصطلاح شما نسبت به ثواب و اینها متوجه پرسان میگه خلاصه چه قسمه برنامه شما. اینو گفتم که چقدر عبادت میکنیم، چقدر بالاخره شما در طول شب و روز به کارهای دنیوی مصرف. اینو این مبارک یک صحابه کرام فرمودن که ما 24 ساعت گویا به عبادت خدا مشغولیم. خب این شخص پرسان کرد که این چه قسم امکان داره که شما 24 ساعت خواب نداریم، بالاخره دیگه برنامه قضایی امثال از این. اینو فرمودن که ما هر برنامه رو که طبق دستور شریعت انجام بدیم، اگرچه مادی باشه، دنیاوی باشه، او هم به ما عبادت محسوب میشه. امی خود از یک خاطریه برای مسلمان. ما خواب میشیم نیه؟ یک مقوله مشهوری بین علما علی علم هست میفرمایند که خواب عالم از عبادتی که بدون علم باشه، عبادت بدون علم یک جاهل، خواب یک عالم بهتره، افضل داره. چه قسم؟ مثلا یک شخص ارتباط به مفسدات نماز نمیفهمه. نماز میخونه در حالی که نماز ازی فاسده، خب یه ارزش نداره. فرض مثال لباس ازی یک مشکلی داره که امرا به این مشکل نماز ازی ساعت پیدا نمیکنه. این عبادت ازی ارزش نداره. اما یک شخص عالم و دانشمند که از آداب خواب باخبر، وضو میگه، دو رکعت نماز میخونه طبق سنت، سر و قبله یا سر بالاخره به شمال، ای خواب میشه به نیت نماز تهجد و به نیت نماز صبح، از کار مخصوصی داره که اینا رو میخوانه، ای خواب از گویا به عبادت الله به اصطلاح محسوب میشه. همچنین قضا میخوریم، چه قسم ما قضا؟ آداب شرعی، آداب اسلامی، کتاب های زیاد دوستان میتونن بگیرن، اینا متخل مهمه، حتی به ارتباط صحتمندی انسان، سلامتی بدن انسان، روحی روانی، آداب زندگی خیلی نقش مهمه داره. ما چه قسم قضا بخوریم، چه قسم آب بنوشیم، خود آب نوشیدن آداب داره. وقتی ما آداب زیر مراد میکنیم طبق شریعت به نیت عمل به شریعت، آبم خوردیم برای ما ثوابم شد. دقیقا میگه یک شیخ میرفت دیدن یک شاگرده، این شاگرد حجری داشت و یا خانه داشت، بالاخره یک پنجره تازه باز کرد. شیخ میگه از شاگرد پرسان کرد که ای فلانی، این پنجره به چی خاطر باز کردی؟ از اینجا ای گفته که جناب شیخ میر باز کردم که شمال بیاید. میگه شیخ بسیار متاثر شد. شاگرد گفت که یا شیخ چرا متاثر شدیم شما؟ اینو فرمودن که تو ای کاش میگفتی من این پنجره رو باز کردم که صدای اذان بشنوم. من این پنجره رو باز کردم که صدای اذان رو بهتر بشنوم، صدای یک مظلومی رو بشنوم، صدای یک فقیری رو بشنوم، صدای یک همسایه که مر میخانه بشنوم. ها یک سائلی، یک بالاخره مسلمانی در کنار از این شمال هم می آمد از این پنجره. این خود جلو شمال رو نمی گیره. امروز ما وقت آب می نوشیم نیه؟ آب رو که می نوشیم، اگر ایر به روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنوشیم با ما ثواب محسوب میشه نیه؟ در کنار از این آب هم نوشیده.
تشنگیمون برطرف میشه، ولی بهتر و بهترتر از اینکه ما بدون آداب مینوشیم. حتی اطباء میگن کسی استاده اگر آب مینوشه بدون عذر شرعی، یک گرده از بمروری روزمان از کار میفته. امروز چقدر مشکلات گرده داره، ما مشکلات معده داره، مشکلات اعصاب داره، مشکلات قلب داره، همه از این اینه که ما آداب شرعی رو مراعات نمیکنیم. سراسر اینا خیر و برکت، همه حکمت، همه طب. اصلا در مجموع یک کتابی به نام طب نبوی، حتما دوستا رو ببینید، طب نبوی، ببینیم که طب نبوی چی رقمه، یعنی همه حکمت، همه بالاخره درس و پند و اینا. بحث اصلی فراموش نکنیم عزیز دل ما پرسان کردن که خاطراتی که ما در رمضان میتونیم تجربه بکنیم، همه عمر ما شما خاطره در بهشت و بحث وقت مسلمان ها وارد میشن، این زندگی خود هم صحبت میکنن. بله، متکئین علی الارائک، یعنی به چوکی ها و اونها وقت تکیه داده هستن، خاطرات در بین هم صحبت میکنن، ما در این دنیا چی اعمال انجام داده، این اعمال ما سبب شد که ما وارد بهشت بشیم، اینا همه خاطره ای. میبینید در مجموع و در طول رمضان هم ما خاطرات بسیار زیبایی میتونیم که داشته باشیم. و دیروز بود فکر کنم یکی از شاگردها از دارالافاظ یک طفل خردساله، این خاطره بسیار شیرینی که ما دارم که همین دیروز اتفاق افتاد. یعنی ما دوستدار توصیه میکنیم به روزه گرفتن، این چقدر جای افتخاره که نه تنها برادرها و خواهرای عزیز ما که به اصطلاح به سن بلوغ رسیدن اینا روزه میگیرن، بلکه دیروز یکی از شاگردان ما که بسیار خردسال بود، یعنی طفل صغیری بود، پدر از ایر صبح ای آمد به درس اما بعد از ظهر نماند. پدر از ای آمد گفت که همین طفل ما امروز بسیار الحاح کرده، بسیار اظهار کرده که من امروز روزه میگیرم. چرا؟ که استاد ما بسیار گفتم که روزه مبارک رمضان بسیار ثواب داره، و ما ایر هم به شاگردا گفتیم، به دوستان میگیم که روزه گرفتن برای طفل های صغیر که هسته واجب نیه، اما طبعا اگه میگیرم اینا رو منع نکنه، به خاطر که عادت کنن به این کار، این کار نیک و مبارک ثواب میگیرن، اما اگر نتونستم بگیرم عذاب گناه نیه، در گرفتن ثواب و درجه هست 100%، و اینا اسوه میشن برای 10 طفل دیگه. بنان این طفل پدر از اومدن گفتن که بچه ما بسیار اظهار کرده که من امروز روزه میگیرم، به شرط ای که شما اجازه مر از استاد ما بگیریم که بعد از ظهر ما به خونه باشم، و بالاخره که به میر روزه مشغول امیر روزه. یعنی واقعا برای من خیلی جالب بود که این طفل معصوم، یعنی طفل پاک، واقعا یعنی به این طفل به این سن ای کوشش کرده بود که یک روز روزه بگیره. و میترتیم چه خوبه که همه اطفال عزیز ما، جوانان و جوانان، خواهر و برادر، رمضان کریم رو استقبال کنند. سپاسگزاریم جناب استاد، از حضور شما خیلی خوشحال شدم و واقعا از صحبت های شما استفاده کردیم، ممنون. و لحظات خیر برنامه و نزدیک افطار دعا میکنیم که خداوند مهربان این طاعت و عبادات ما و شما عزیزان را مورد قبول خود قرار بده و گناهان ما را ببخشه، و بتوانیم که در این روزهایی که پیش رو داریم از ایام ماه مبارک رمضان به درستی و به خوبی استفاده بکنیم. و سپاسگزاری میکنم از شما هموطنان عزیز از اینکه بیننده برنامه سفره نور بودین. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما باد.